نگرانی از گسترش تهدید به امنیت ملی آمریکا. و دنبال بازداشت نصیر احمد توحیدی به اتهام همدستی با داعش و برنامه ریزی حمله تروریستی در آمریکا، مارک گرین، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور از اداره جو بایدن خواهان توضیح شد. گرین گفته بازداشت های اخیر نگرانی های جدی درباره تهدید مداوم داعش و حامیانش به امنیت ملی آمریکا و ضعف اداره بایدن در بررسی امنیتی پناهجویان را افزایش می دهد. نامه مارک گرین به رئیس پلیس فدرال و وزیر امنیت داخلی آمریکا به دیلی میل رسیده که در آن در مورد مظنونان و متهمان تروریسم که توانستند وارد آمریکا شوند توضیح خواسته شده. گرین حکومت بایدن را به کوتاهی در جلوگیری از ورود توریست ها به آمریکا متهم کرده. نصیر احمد توحیدی شهروند افغانستان 3 سال پیش وارد آمریکا شد. بر بنیاد گزارش NBC نیوز، توحیدی به عنوان نگهبان امنیتی با سازمان استخبارات آمریکا در افغانستان کار می‌کرد. گزارش شده که توحیدی در همکاری با خسربارش حمله توریستی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برنامه ریزی می‌کرد و قصد داشت با نام داعش این حمله را انجام دهد. بر بنیاد معلومات اولیه، توحیدی می‌خواست مردم عادی را هدف شلیک قرار دهد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته توحیدی پس از ورود به آمریکا به گروه‌های افراطی گرایش پیدا کرده و دنبال بازداشت توحیدی واکنش‌های جدی به سیاست‌های مهاجرتی اداره جو بایدن، کنترل مرزها و چگونگی بررسی امنیتی مهاجران افغانستان برانگیخته شده. متأسفانه این اقدام تاثیر منفی فراوان بر پرونده‌های مهاجرتی وطنداران ما در حال خواهد گذاشت که تعداد بسیاری از وطنداران ما هم در داخل کشور هم در کشورهای سوم پنهانی زندگی میکنند و منتظر اتمام پرونده مهاجرتیشان هستند تا بیرون شوند. بر اساس ارقام وزارت خارجه آمریکا، در 3 سال گذشته بیش از 160 هزار مهاجر افغانستان در ایالات متحده اسکان داده شده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.